کتاب خودی که مرا کشت، نویسنده میثم موسوی نسیم آبادی، نشر آوای بوف. جعلیات حسینی. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداده وام داران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ بدیع الزمان فروزانفر چنان که گذشت در کلیات شمس در غزل 2707 از زبان مولوی در ستایش شهیدان کربلا چنین آورده است. هرچند مجتبی مینوی در مقاله‌ای با عنوان لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق تحصیح انتقادی، این غزل و دو سوم غزل‌های دیوان شمس را از مولانا ندانسته و مینویسد: مرحوم فروزانفر وقتی در صدد چاپ کردن دیوان شمس تبریزی برآمد، از مردی موسوم به فریدون نافذ ازلق خواهش کرد عکس نسخه ای را برای او بفرستد. فریدون نافذ ازلق عکس بزرگترین مجموعه ای از این غزلیات را که می توانست بیابد گرفته فرستاد. در این ضمن بنده عکس سه نسخه بسیار معتبر از دیوان شمس از سه کتابخانه ترکیه فراهم آورده به تهران فرستادم. نسخه ای از قونیه، نسخه ای از افیون قره‌حصار و نسخه ای از کتابخانه اسعد افندی. دو سورس از غزلهایی که در نسخه عکسی فریدون نافذ بود در این سه نسخه اصلا نیست. رمز این سه نسخه در چاپ مرحوم فروزانفر او قه اد است که در حاشیه پای صفحات ذکر کرده است. بیشتر غزلهای مندرج در دیوان کبیر به تحصیح فروزانفر از مولانا نیست، به دلیل اینکه سه نسخه معتبر قدیم آنها را ندارد. مولانا در دفتر ششم مثنوی با استناد به حکایتی در مورد عزاداری شیعیان شهر حلب به تخته‌ای عزاداری در روز عاشورا پرداخته و مدعی است که چون حسین ابن علی و دیگر شهدا به وصال معشوق رسیدند، پس دیگر چه جای نوحه و ماتم و عزاداری است؟ محبت دنیا چشم و گوش مردم را بسته که همچون زن فرزند مرده می نالند. امروز هنگامه شادی است و عزاداران باید به دین و دل خراب خود گریه کنند. چنان که محمد اسماعیل دولابی نیز به تبعیت از صوفیان و عارفان در کتاب توبای محبت که حاصل مجالس وعظ اوست اذعان می کند، دنیا محل خنده است و اگر مردم عادت به گریه نداشتند، محرم و عاشورا هنگام عیش و عشرت بود. روز عاشورا همه اهل حلب باب انتاکیان در تاب شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان آرد مقیم. ناله و نوحه کنند اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. بشمرند آن ظلم ها و امتحان، که از یزید و شمر دید آن خاندان. یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شنید. پرس پرسان می شدن در افتقاد، چیست این غم بر که این ماتم فتاد؟ نام او و القاب او شرح هم دهید، که غریبم من شما اهل دهید. آن یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نیی شیعه عدو خانه ای. روز عاشورا نمی دانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست. پیش مؤمن ماتم آن پاک روح، شهره تر باشد ز صد طوفان نوح. گفت آری لیک کو دور یزید، کی بودست این غم چه دیر اینجا رسید؟ خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست؟ چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند.
روز ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. ورنه ای آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوه کن، که نمی بیند جز این خاک کهن. از دیگر دوستداران امام حسین می توان به فرزدق، شاعر معروف و پر آوازه عرب که شیعیان او را به خاطر ارادتش به اهل بیت و سرودن قصیده معروف در مدح علی ابن الحسین دوستش دارند و تحسینش می کنند، اشاره کرد که در مجموع مردی بیباک و عیاش و الوات بود و از بس اسیر شهوات خود بوده است، به اقرار خیش در کامجویی از زنان مقید به حلیت و حرمتی نبوده و در ابیاتی از مراودش با زنی شوهردار سخن میگوید. چنان که محتشم کاشانی، شاعر بزرگ دوره صفویه نیست که در نزد شیعیان به سبب ترکیب بند معروف محرم با مطلع بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، به شهرت رسیده است، از شاهد بازی و عشق به پسران زیبا سخن گفته است. و در پاره ای از رساله جلالیه که ظاهراً ترکیبی از نظم و نثر عاشقانه درباره معشوق او یعنی شاطر جلال است، می نویسد: شاطر جلال از خاک رعناخیز صفاهان سایه حسن بلند پایه بر ساکنان خطه کاشان انداخت و طفل صغیر را تا شیخ کبیر گرفتار زلف کمند مثال و مفتون طره سلسله تمثال خیش گردانیده، مجنون دشت شیدایی و انگشت نمای شهر رسوایی ساخت و کوس بلند آوازه عشقش که به نام این گمنام صدا بیشتر می داد. محمد اسفندیاری در کتاب کتابشناسی تاریخی امام حسین که گویی نخستین کتابشناسی تاریخی در زبان فارسی است، 100 کتاب مهم عربی و فارسی را که از دیرباز تا کنون درباره حسین ابن علی نوشته شده است گردآوری کرده و مختصراً به نکات پر اهمیت موجود در این کتاب ها پرداخته است. به زعم اسفندیاری از میان همه کتاب‌های موجود تحلیلی ترین و بحث برانگیز ترین کتابی که درباره امام حسین نوشته شده است، کتاب شهید جاوید نعمت الله صالحی نجف آبادی است که هدف امام از قیام را نه شهادت که تشکیل حکومت اسلامی شمارده است. شهید جاوید پژوهشی جنجالی است که با نگاهی مخالف نظریه مشهور درباره وقایع عاشورا نگاشته شد و در سال 1349 شمسی به چاپ رسید. این اثر که بر اساس کتاب‌های چون ارشاد شیخ مفید، تنزیه الانبیاء سید مرتضی، تلخیص الشافی شیخ طوسی و تاریخ طبری نوشته شده است، با مخالفت‌های متعددی روبرو گردید تا آنجا که گویی بیش از 40 کتاب در رد و نقد آن انتشار یافت. کتاب شهید آگاه اثر لطف‌الله صافی گلپایگانی یکی از معروف‌ترین نقدهایی است که بر کتاب شهید جاوید نوشته شد. هرچند در طرف مقابل نیز افراد شناخته شده ای مانند علی مشکینی، حسین علی منتظری، ابوالفضل مجتهد زنجانی و محمد تقی جعفری به تمجید از صالحی نجف آبادی و شهید جاوید پرداختند و علامه جعفری در این باره از آن داشت: کتاب شهید جاوید که به قلم متین و واقع‌جوی دانشمند ارجمند آقای صالحی نجف آبادی نوشته شده، آثار تتبع لازم و دقت نظر در آن کاملا روشن است. اکثر عالمان شیعه از زمان سید ابن طاووس تا محمد حسین طباطبایی و مراجع امروز بر آن باورند که امام حسین بنابر علم تفصیلی از چگونگی و از زمان مکان شهادت خود با خبر بود و برای شهید شدن و البته امر به معروف و نهی از منکر رهسپار کربلا شد. اما در نقطه مقابل افرادی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی معتقد بودند که امام بنابر علم اجمالی از شهادت خود با خبر بود، اما از جزئیات آن اطلاع نداشت و برای تشکیل حکومت اسلامی به سوی کوفه هجرت نمود. صالحی نجف آبادی معتقد است که امام حسین از مدینه به سوی مکه و از آنجا به سمت کوفه حرکت کرد نه برای شهید شدن و آگاهی از شهادت خود در کربلا و نه برای زنده نگه داشتن اسلام، بنابر آنچه کودکانه و بدون دلیل و منطق از برخی شنیده می شود،
که برای تشکیل حکومت اسلامی هجرت نمود. شیخ طوسی در این که آیا جایز است امام دانسته خود را به کشتن بدهد یا نه تردید کرده است، اما هیچ گونه تردیدی نداشت و حتی به طور قطع نظر داده که امام حسین تصور نمی کرده است که مردم کوفه بی وفایی کنند و امیدوار بود با کمک آن مردم در این مبارزه پیروز گردد. چنان که شیخ مفید اجماع علمای شیعه نسبت به علم تفصیلی امام حسین از شهادتش را نفی کرده و می نویسد این که گفتند امام حسین علیه السلام می دانست اهل کوفه یاریش نمی کنند و در این سفر کشته می شود، ما این مطلب را تصدیق نمی کنیم، زیرا هیچ دلیل عقلی و نقلی بر آن نداریم. و سید مرتضی هم صریحا می فرماید به حکم عقل و نقل حرام است که امام دانسته برای کشته شدن حرکت کند. پس اگر امام حسین علیه السلام دانسته برای کشته شدن رفته باشد، بنابر قول شیخ طوسی کاری شبهناک انجام داده و بنابر قول سید مرتضی کار حرامی کرده است و در این صورت نه تنها از مقام عصمت تنزل می کند بلکه از عدالت هم ساقط می شود. از این رو شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی برخلاف آنچه سالهاست در هر کوی و برزنی تبلیغ می کنند که سید الشهدا قیام کرد تا به شهادت برسد و با خون خود سبب زنده نگه داشتن دین اسلام گردد، بر آن اعتقاد است که امام حسین بنابر دلایل زیر هجرت نمود تا حکومت اسلامی تشکیل دهد. 1. امام حسین در ایامی که در مکه توقف داشت و روابطی با عراق برقرار کرده بود برای رؤسای بصره نامه ای نوشت و آنان را به برگرداندن خلافت اسلامی به خاندان پیامبر دعوت کرد و از این دعوت صریح به خوبی روشن می شود که امکان داشته است که امام در این مبارزه پیروز گردد و حکومتی اسلامی تشکیل بدهد. 2. هنگامی که امام حسین به سوی عراق می رفت، در حرم مکه در جواب فرزدق که گفت دلهای مردم کوفه متوجه شما و شمشیرهای آنان بر ضد شماست فرمود اگر قضای خدا به دلخواه ما جاری شد، خدا را ستایش می کنیم و اگر قضای او برخلاف امید ما جاری شد، باز ما از مرز حقیقت منحرف نشده ایم. و از قسمت اول سخن امام به خوبی روشن می شود که آنچه در درجه اول مطلوب آن حضرت بوده تشکیل حکومت و نجات دادن اسلام بوده و این امکان وجود داشته است. 3. امام حسین نامه‌ای به مردم کوفه می نویسد و در آن نامه از اینکه رؤسای بزرگ کوفه زیر نظر مسلم ابن عقیل متفق شدند که حکومت دلخواه آن حضرت را تشکیل بدهند ابراز خرسندی می کند و در حق آنان دعای خیر می فرماید. و از این نامه هم به خوبی روشن می شود که آن حضرت پیش از پیش مردم کوفه را آماده می کند تا با اتحاد کامل به یاری وی بشتابند و برای تشکیل حکومت به مبارزه و پیکار برخیزند. 4. امام حسین در روز عاشورا مردم کوفه را بدین علت مورد توبیخ شدید قرار می دهد که امام را به فریادرسی خود و تشکیل حکومت حسینی خواندند، اما به پیمانشان وفادار نماندند و این سخن دلیل روشنی است که امام می خواست حکومت اسلامی تأسیس کند. ابن خلدون نیز در پاره ای از تاریخ خود به اختلاف نظر امام حسین با برادرش امام حسن و تفاوت دیدگاه سیاسی آن دو اشاره کرده و می نویسد حسن به معاویه نامه ای نوشت و گفت که از خلافت کناره می گیرد به شرط آنکه بیت المال کوفه را که 5000 است به او دهد و خراج دار ابجرد فاس را برای او بفرستد و علی را دشنام ندهد. معاویه شروط را پذیرفت. چون برادرش حسین و عبدالله ابن جعفر آگاه شدند، او را ملامت کردند، ولی او به سخنانشان گوش ننهاد. محمد اسفندیاری در کتاب کتابشناسی تاریخی امام حسین ضمن اشاره به جواز غمزنی از سوی عالمان و مراجع بزرگ شیعه از جمله محمد حسین ناینی، محمد حسین آل کاشف القتا، عبدالهادی شیرازی، محسن طباطبایی حکیم، ابوالقاسم موسوی خویی و محمود حسینی شاهرودی مناقشه انگیز ترین کتاب درباره عزاداری بر حسین ابن علی را رساله کوتاه
التنزیه و فی اعمال شبیه سید محسن امین معرفی می کند که در سال 1322 توسط جلال آل احمد با عنوان عزاداری های نامشروع منتشر شد. اثری که به لحاظ خرافه‌زدایی مانند لولو و مرجان نوشته میرزا حسین نوری است و در آن از بدعت‌های متعدد عزاداری مانند دروغ‌های منابر، غم زدن، تب، شیپور، سنج، تعزیه‌گردانی و فریاد و شیون با صدای زشت و ناپسند صحبت شده است. مرتضی مطهری هم در برخی از کتاب‌های خود خصوصاً حماسه حسینی از تحریفات کربلا سخن گفته و بر آن اعتقاد است که در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا هزاران تحریف صورت گرفته است که اگر بخواهند این روزه‌های دروغ را جمع کنند شاید چند جلد کتاب 500 صفحه‌ای بشود. تحریفاتی مانند سه شبانه روز آب نخوردن اصحاب امام و حالان که لشکر امام آب تهیه کردند و در شب عاشورا غسل نمودند، یا آمدن زینب به بالین برادرش ابا عبدالله در حال احتضار، یا وفات رقیه خردسال در شام و ذریح ساختن برای او، و همچنین افسانه آمدن اسرا به کربلا در اربعین، چرا که این مطلب جز در مقتل لهوف در هیچ کتابی نیست و سید ابن طاووس در کتابهای دیگرش مانند جلد سوم الاقبال بالاعمال الحسنه آن را تکذیب کرده و لااقل تایید نکرده است، چنان که هیچ دلیل عقلی هم این را تایید نمی کند و باید دانست که اصلا راه شام به مدینه از کربلا نیست. البته با آنکه بسیاری از مورخین معتقدند که اهل بیت امام در 40مین روز بعد از عاشورای سال 61 به کربلا نرفتند و چون این سفری صرفاً افسانه و فاقد سند است، برخی از جمله قاضی طباطبایی در تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید و شهدا، ابن عصم کوفی در الفتوح و ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه بران باورند که اسیران کربلا در 20 سفر آن سال به زیارت قبر امام حسین و شهدای کربلا رفتند. یکی دیگر از تحریفات واقعی عاشورا چگونگی کشته شدن عباس ابن علی است، چرا که کتاب‌های تاریخی و مقاتلی مانند تاریخ طبری به نقل از مقتل دو شیعه به نام‌های ابی مخنف و هشام ابن محمد کلبی، الفتوح ابن عصم کوفی، ارشاد شیخ مفید و لهوف سید ابن طاووس همگی تنها نوشتند که عباس ابن علی در صحرای کربلا در کنار حسین ابن علی به شهادت رسید. و حال آنکه سالهاست از منبرها و تریبونهای متعددی می شنویم که قمر بنی هاشم برای فراهم کردن آب به سمت فرات به راه افتاد. در مقابله با سپاه دشمن ابتدا دست راست او قطع شد. سپس او مشک آب را به شانه چپ انداخت و با دست چپ شمشیر می زد تا دست چپش را نیز بریدند و او در آن هنگام مشک را به دهان گرفت. سپس تیری به آن مشک اصابت کرد و گرز آهنینی بر سر حضرت فرود آمد. احمد شاملو در سخنرانی سال 1990 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به نقد این واقعه دروغین پرداخت و ضمن حجب شیخ عباس قومی این روایت سوپرمنی را گونه کپی برداری از شاهنامه توسط این مؤلف مفاتیح الجنان برشمرد. البته لازم به ذکر است که شیخ عباس قومی برخلاف پندار احمد شاملو نخستین نقل کننده این مرثیه نبوده و ابن شهرآشوب و محمد باقر مجلسی ابتدا آن را نقل کردند. روایتی که به زعم علامه ابوالحسن شهرانی برخلاف کتب تاریخی معتبر است. مجلسی در هلیت المتقین نیز در سخنانی عجیب و غریب می نویسد: امام صادق فرمود کبوتر نفرین می کند بر قاتلان جناب امام حسین علیه السلام، پس ایشان را در خانه خود نگه دارید که مستحب است نگاه داشتن اینها در خانه. و در چند حدیث دیگر از ایشان منقول است که تا امام حسین علیه السلام را شهید کردند، جغد در روزها پیدا نمی شود و در شب ظاهر می شود. و از آن روز قسم خورد که در آبادانی جا نگیرد و پیوسته روزها روزه هست و اندوهناک و چون شب می شود افطار می کند. پیوسته ناله و گریه می کند بر جناب امام حسین علیه السلام تا صبح.
از دیگر مباحثی که در نزد شیعیان ایران عمومیت یافته این است که مادر علی ابن حسین شهربانو دختر یزگرد ساسانی است. کلینی در اصول کافی علاوه بر شهربانو از او با نامهای جهانشاه و سلامه یاد کرده است. یعقوبی نام او را حرار آورده و بر آن اعتقاد است که حسین ابن علی وی را غزاله نامیده است. و دکتر احمد مهدوی دامغانی نیز در رساله شاه دخت والاتبار شهربانو ضمن ذکر 47 مرجع از جمله فارسنامه، ارشاد مفید، عیون اخبار و رضا، قابوسنامه، وفیات الاعیان و تاریخ قم مادر امام چهارم شیعیان را دختر یزدگرد معرفی نموده است. در طرف مقابل هم مورخین بسیاری از جمله احمد بلازوری، علی اکبر دهخدا، مرتضی مطهری و جعفر شهیدی در اسیر شدن و ازدواج دختر یزدگرد ساسانی با امام حسین تشکیک کرده و به رد چنین مطلبی پرداختند. به شکلی که احمد بلازوری در انساب الاشراف او را دختری سیستانی با نام سلافه معرفی می کند. ده خدا معتقد است که یزدگرد چنین دختری نداشته است و مرتضی مطهری اذعان می کند که مورخین معاصر چنین موضوعی را بی اساس می دانند و تنها مورخی که مادر امام سجاد را دختر یزدگرد دانسته یعقوبی است. چنان که دکتر جعفر شهیدی نیز در کتاب زندگانی علی ابن الحسین در بحثی نسبتا مفصل ازدواج ابی عبدالله با شهربانو را نفی کرده و راوی حدیث ذکر شده در اصول کافی را ضعیف شمرده است و مزاری که سالهاست در نزدیکی کوهی در شهر ری به نام شهربانو برپا شده است را مزار این بانوی ایرانی نمی داند. و ابوالحسن بیهقی هم در لباب الانساب دچار تردید شده و شهربانو را دختری عرب یا شاهزاده ایرانی و یا کنیزی از ایران دانسته است که توسط عرب به اسارت درآمده است. مختار ابن ابی عبید ثقفی از دیگر افرادی به شمار می رود که با آنکه برخی او را از شیعیان علی ابن ابی طالب دانستند که پس از شهادت حسین و یارانش به خونخواهی آنان قیام کرد و قاتلین شهدای کربلا را به قتل رساند، اما بسیاری از مورخین نیز نیت پاک او را افسانه شمردند. ابن خلدون در کتاب مشهور خود موسوم به تاریخ العبر اذعان می کند که پس از شهادت حسین مختار نامه‌ای به علی ابن حسین نوشت و می خواست او را به پیشوایی خود برگزیند و به نام او دعوت کند و مالی بسیار برایش فرستاد، ولی سجاد آن مال را نپذیرفت و به نامه او جواب نداد و او را در مسجد پیامبر در برابر مردم سب نمود. و چون مختار از علی ابن الحسین مایوس شد، به عم او محمد ابن الحنفیه پرداخت و از او نیز آن طلبید. علی ابن الحسین بدون نیز اشارت کرد که خواسته های مختار را اجابت ننماید، زیرا این سخنان که میگوید تنها برای جذب قلوب مردم است و حال آنکه در دل چیز دیگری دارد. حتی از او خواست که او نیز به مسجد رود و دروغ او را آشکار گرداند. محمد ابن الحنفیه نزد ابن عباس رفت و ماجرا بگفت. ابن عباس او را از این کار منع کرد. محمد ابن الحنفیه نیز زبان از عیب‌جویی مختار بربست و در ادامه مختار ثقفی در کوفه ادعای نبوت کرد. از مورخین بزرگ و نامدار ایرانی، عباس اقبال آشتیانی بر آن اعتقاد است که مختار در کوفه به یاری جمعی از ایرانیان ناراضی از خلافت بنی امیه برخاست و ظاهراً به خونخواهی شهدای کربلا قیام کرد، ولی در باطن خود مدعی این مقام بود. دکتر عبدالحسین زرینکوب نیز در کتاب بامداد اسلام متذکر می شود که مختار مردی بود ماجراجو، حیله‌گر، ریاست‌جو و قدرت طلب که دعاوی دیگر هم داشت و از وحی و غیب نیز سخن می گفت. چنان که دکتر احمد مهدوی دامغانی هم اذعان کرده است که این مرد عجیب و غریب با همه دوز و کلکی که برای دستیابی به حکومت و ملک به کار زد، نه تنها به مقصودش نرسید که جان نیز بر سر جاه طلبی خود گذاشت. برخی از عالمان شیعه درباره سند زیارت عاشورا هم اشکال کردند.
به شکلی که گفته شده است، آیت الله محمد هادی معرفت در مقاله‌ای با عنوان نکاتی قابل توجه درباره زیارت عاشورا با آنکه اصل این زیارت را پذیرفته است، اما عبارت اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی ثم ثانی و ثالث و رابع که در زیارت عاشورای متداول آمده است را از لعنهایی می شمارد که در قرون اخیر به زیارت عاشورا اضافه شده است. چرا که این لعن در کتاب کامل و زیارات ابن قولویه قومی که قدیمی ترین سند و مرجع زیارت عاشورا است و همچنین در نسخه های متقدم مصباح المتهجد شیخ طوسی ذکر نشده است. ابن قولویه آیت الله شیخ حسین الرازی که از محصلین حوزه های علمیه قم و نجف بوده و از شاگردان آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله سید محمد باقر صدر به شمار می رود، در کتابی با عنوان زیارت عاشورا فی المیزان ضمن بررسی نسخه های متعدد خطی کتاب مصباح المتهجد با صراحت کامل اذعان می کند که در نسخه های متأخر مصباح المتهجد و زیارت عاشورای متداول که وامدار این نسخه هاست، تحریف و دستکاری صورت گرفته و 4 لعن معروف به آن اضافه شده است. این روحانی شیعی برجسته عربستانی در قسمتی دیگر از این کتاب مفصل خود که در سال 2008 میلادی انتشار یافته است به بررسی راویان زیارت عاشورا پرداخته و در نهایت در گفتاری شاذ و شجاعانه برخلاف نظر علمای شیعه اعتراف می‌کند که سند زیارت عاشورا ضعیف است. اندیشه‌ای که امیر حسین ترکاشبند نیز با آن هم نظر بوده و معتقد است که اصل زیارت عاشورا به سبب لعن‌های متعددی که در آن مشاهده می‌شود مجعول است، چرا که لعنت کردن همه بنی امیه توسط امام محمد باقر و لعن الله و بنی امیه قاطبتن منطقی نبوده و تمام افراد این خاندان فاسد نیستند که سزاوار لعن ابدی باشند، چنان که لعن کردن سه خلیفه و کینه داشتن نسبت به آنها نیز تمسخرآمیز هست و امام محمد باقر با ام فروه نتیجه ابوبکر ازدواج کرد و حاصل وصلت آن دو ولادت امام جعفر صادق است. منابع و مآخذ جلال الدین محمد مولوی 1378 کلیات شمس دیوان کبیر به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر تهران امیرکبیر جلال الدین محمد مولوی 1390 مثنوی معنوی به تصحیح رینالد آنیکلسون تهران هرمس مجتبی مینوی 1381 لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق تصحیح انتقادی آینه میراث شماره 1 محمد اسماعیل دولابی 1383 توبای محبت تهران محبت احمد مهدوی دامقانی 1381 حاصل اوقات مجموعی از مقالات استاد دکتر احمد مهدوی دامقانی به اهتمام سید علی محمد سجادی تهران سروش کمالالدین محتشم کاشانی 1344 دیوان مولانا محتشم کاشانی به کوشش مهر علی گرگانی تهران کتاب فروشی محمودی محمد اسفندیاری 1380 کتاب شناسی تاریخی امام حسین علیه السلام به ضمیمه امام حسین علیه السلام در الزریعه تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نعمت الله صالحی نجف آبادی 1387 شهید جاوید تهران امید فردا عبدالرحمن ابن خلدون 1383 العبر تاریخ ابن خلدون ترجمه عبدالمحمد آیتی تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مرتضی مطهری 1378 حماسه حسینی تهران صدرا مرتضی مطهری 1379 یادداشت‌های استاد مطهری تهران صدرا محمد ابن علی ابن عصم کوفی 1372 الفتو ترجمه محمد ابن احمد مصطفی هروی
تحصیل غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. محمد ابن احمد ابوریحان بیرونی 1386، آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، تهران، امیرکبیر. محمد ابن جریر طبری 1374، تاریخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر. محمد شیخ مفید 1380، ارشاد، ترجمه محمد باقر ساعدی، تهران، اسلامیه. علی ابن موسی سید ابن طاووس 1387، غمنامه کربلا، ترجمه لحوف، ترجمه محمد محمدی اشتهاردی، تهران، مطهر. احمد شاملو 1990، سخنرانی در دانشگاه آمریکا، کالیفرنیا، برکلی. محمد ابن علی ابن شهرآشوب 1376، مناقب آل ابی طالب، نجف، المطبعة الحیدریه. محمد باقر مجلسی 1403، بهارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی. شیخ عباس قومی 1387، دمع السجوم، ترجمه نفس المحموم، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. محمد باقر مجلسی 1377، هلیت المتقین، به تحصیل مهدی معینیان، تهران، باقرالعلوم. محمد ابن یعقوب کلینی 1377، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، تهران، ولی عصر. احمد ابن اسحاق یعقوبی 1382، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. احمد مهدوی دامغانی 1388، شاه دخت والاتبار شهربانو، آینه میراث، زمیمه شماره 16. احمد ابن یحیی بلازوری 1417، انصاب الاشراف، بیروت، دارالفکر. علی اکبر دهخدا 1377، لغتنامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. مرتضی مطهری 1362، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا. جعفر شهیدی 1374، زندگانی علی ابن الحسین، تهران، فرهنگ اسلامی. ابوالحسن علی بیهقی 1385، لباب الانصاب و الالقاب و الارقاب، قم، مکتبة المرعشی النجفی. عباس اقبال آشتیانی 1392، تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، تهران، دبیر. عبدالحسین زرینکوب 1385، بامداد اسلام، تهران، امیرکبیر. جعفر ابن محمد ابن قولویه 1417، کامل الزیارات، قم، مؤسسة النشر الاسلامی. حسین الرازی 2008، زیارت عاشورا فی المیزان، بیروت، دارالمحجة البیضا. امیر حسین ترکاشبند 1389، نفی کینه‌ورزی‌های مذهبی، تلگرام، کانال بازنگری.